اطلاعیه های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران درباره کاندیداهای سیرک انتخابات ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه ابراهیم رئیسی کاندیدای مورد نظر خامنه ای از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت پاسدار لاریجانی معمار سانسور و خفقان و جنایتکار جنگی و شماری دیگر از مسئولان چهار دهه جنایت علیه بشریت جنایت جنگی و تروریسم و چپاول دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران همزمان با پایان ثبت نام کاندیداهای سرسپرده ولایت در سیک انتخاباتی رژیم طی اطلاعیههایی ثبت نام کنندگان را مسئولان چهار دهه جنایت علیه بشریت جنایت جنگی و تروریسم و چپاول توصیف و در نخستین اطلاعیه خود اعلام کرد ابراهیم رئیسی که بیشتر از بقیه مطلوب و مورد حمایت خامنه ای است جلاد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 قاتل مجاهدین و یکی از شقیترین جانیان علیه بشریت در جهان امروز است دشخیم رئیسی در سال 1359 در سن سی سالگی به عنوان دادیار دادستانی ضد انقلاب کرج منصوب شد و سال بعد تحت نظر آخوند جنایتکار قدوسی دادستان کل ضد انقلاب به عنوان دادستان کرج و سپس دادستان همدان منصوب شد و در سال 1364 به دلیل خوشخدمتی در سرکوب و کشتار مجاهدین معاون آخوند رازینی دادستان انقلاب مرکز و ریاست معاونت گروه های مخالف گمارده شد. رئیسی در تیر 1367 در حالی که 28 سال بیشتر نداشت از سوی خمینی به عضویت در هیئت مرگ در تهران درآمد که مسئولیتش اعدام هزاران زندانی سیاسی به فتوای خمینی بود رئیسی به خاطر اعدام و نقض حقوق بشر سرکوب قیام های مردمی و شرکت در قتل عام زندانیان سیاسی در لیست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد خامنه در صدد است با روی کار آوردن رئیسی و یک کردن رژیمش بر بحران سرنگونی که تمامیت رژیم را در بر گرفته غلبه کند و با خیزش های فزاینده مردمی مقابله کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه دیگری درباره کاندیداهای سیرک انتخاباتی رژیم سایر کاندیداهای شعبده انتخاباتی از جمله اعضای مجلس ارتجا و سرکردگان نهادهای قارت و چپاول آخوندی و شماری از سرکردگان سپاه خامنه ای را بالاترین دستن در کاران چهار دهه نسل کشی و جنایت علیه بشریت، جنگ افروزی و جنایت جنگی، خفقان و سانسور، صدور تروریسم و بنیادگرایی و قارت و چپاول توصیف کرده و درباره لاریجانی می نویسد. پاستار علی لاریجانی از اوائل حاکمیت آخوندها در رادیو تلویزیون و حکومتی سانسور و خفقان را بنیان گذاشت. در اوایل دهه ۶ رسما وارد سپاه پاسداران شد و سمتهای معاونت سپاه و جانشین ستاد کل سپاه را به عهده داشت و در فرستادن کودکان بر روی میدانهای مین و جنایت جنگی فعالانه شرکت داشت در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی مدتی وزیر فرهنگ و ارشاد و متعاقبا در سال 1371 با حکم خامنه‌ای رئیس سازمان صدا و سیما شد و به مدت ده سال خفقان و سانسور و لجن پراکنی علیه مخالفان و زمین سازی برای سرکوب را هدایت میکرد. لاریجانی لاری نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت رژیم بود و در سال 1384 دبیر این شورا شد و نقش فعالی در فریفتن جامعه جهانی در مورد تولید کسب سلاح اتمی ایفا کرد. وی از سال 1386 به مدت 12 سال در سمت رئیس مجلس ارتجا جرم و جنایت و چپاول را قانونی و نهادی نکرد. پاستار جعفری سهرارودی یکی از نزدیکترین مشاوران لاریجانی در سال 1368 عامل ترور عبدالرحمن قاسملو در وین بود. خودش نیز زخمی و دستگیر شد و سوی دولت اتریش به ایران بازگردانده شد. لاریجانی و برادرانش که در چهل سال گذشته متصدی بالاترین پوست های حکومتی بوده اند، پرونده سنگینی در چپاول و قارت و اختلاس دارند.